سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخواییم راجع به نحوه بازی هیروی وینتر وایورن با هم صحبت بکنیم و این هیرو رو بهتون آموزش بدیم. این هیرو معمولاً به عنوان ساپورت توی پوزیشن 4 یا 5 یا به عنوان هیروی اتکر خواب میشه و باهاش بازی میکنن. خب چجوری باید واسه این هیرو لول بگیرید؟ هر کدوم از لول هاش چی کار میکنه؟ چه تلنت هایی بگیرید؟ چه آیتم هایی بیارید؟ و داستان زندگی این هیرو چی هست؟ همه رو داخل همین ویدیو بهتون میگم. معمولاً بازی رو با لول 1 یا لول 2 شروع میکنید و بهترین حالت اینه که هر کدوم از لول هاتون رو یک دونه بگیرید، یعنی لول هاتون رو یک 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 بگیرید. حالا بعد از این شما زمانی که پوزیشن 4 باشید و بخواید این هیرو رو اتکر کنین، اکثر مواقع میرن و لول 1 رو مکس میکنن، بعد از اون لول 2 مکس میکنن، در آخر میان لول 3 مکس میکنن. هر موقع هم 6 شدین 6 تون رو میگیرید. زمانی که جلو هیروهای ایلوژندار، کلوندار بازی میکنید یا تیم حریف 4-5 تاشون هیروهای میلون نزدیک زن باشن، اون موقع میرید لول 2 مکس میکنین، بعد لول 1 مکس میکنین، در آخر لول 3 مکس میشه. و بازیایی که بیشتر هارد ساپورت باشید و تیم حریف کریاشون فیزیکال دمیج بزنن نه ماجیک دمیج یا پیور دمیج، تو اونجور بازی ها هم پیش میاد که لول 3 رو مکس میکنن، بعد لول 2 و در آخر لول 1 تون رو مکس میکنن. خب همین که بفهمین هر کدوم از لول هاتون چی کار میکنه خیلی تصمیمش راحت تر میشه، چون خارج از این هم پیش میاد تو بازی های مثلا پیش میاد لول 1 و 2 رو تقریبا همزمان آپ بکنیم، لول 3 یا نگیریم یا یک دونه بگیریم. خب لول 1 شما چی کار میکنه؟ همونطور که میبینیم بچه ها هیروی شما داره روی زمین پرواز میکنه. اگر لول 1تون رو اکتیف کنید به مدت 8 ثانیه فیران میگیریم، یعنی میاد تو هوا پرواز میکنه، میتونید از روی پستی بلندی ها یا درخت ها رد بشین. اگر توی درخت ها فرود بیان مثل الان درخت ها رو هم قطع میکنید. همینطور بچه ها شما وقتی که این لول رو اکتیف میکنید رنج اتک هایی که میدید 500 تا بیشتر میشه وقتی این لول مکس شده باشه. اتک های شما هیروی حریف و موومنت اسپیدش رو 40% اسلو میکنه و یه دمیج پر سکند هم میزنه که این اسلو به مدت 5 ثانیه روی اون هیرو هم میمونه. 400 تا هم بهتون نایت ویژن میده، یعنی اگه شب باشه محیط اطرافتون رو یه شعای بزرگتری رو میتونید ببینید. حالا دمیج پر سکندی که میزنه چجوریه؟ این لول 9% ماکسیموم هلسی که اون هیرو میتونه داشته باشه رو بهش هر ثانیه دمیج میزنه. واسه همین هم هست الان عکس مثلا لول 30 رو که تقریبا 3000 تا هلس داره ما داریم با لول 1مون و بدون هیچ آیتمی میبینیم که چقدر زیاد بهش دمیج میدیم. و جالبه بدونید که اگر یه هیروی بی کی بی و اینها داشته باشه یا لولی که بهش اسپل ایمیونیتی بده، شما لول 1تون همچنان اون رنج و اینها رو میزنه ولی اون دمیج پر سکندی که 9% هلس اون هیرو باشه رو دیگه بهش دمیج نمیتونید بزنید. لول 2 شما چیکار میکنه؟ لول 2 شما یه تارگت رو انتخاب میکنید، خود اون تارگت هیچیش نمیشه ولی تو شعای 500 تایی اون تارگت یه سری به اصطلاح یخ‌ها و شارد‌ها به هیروها و یونیت‌های حریفی که تو شعای 500 تایی تارگت شما باشن برخورد میکنه، اونها رو هم دمیج میده هم موومنت اسپیدشون رو باز هم 30% به مدت 4 ثانیه کم میکنه و دمیجی هم که میده وقتی این لول مکس شده باشه 340 تا هستش. دقت کنین فقط تو درگیری مثلا یه هیرو رو اگر میخواید با این لول بکشید یا دمیج بدین، فقط حواستون باشه که این لول رو نباید روی اون هیرو بزنید. تو شوهای 500 تایی اون هیرو روی کریپ های لاینشون، کریپ های جنگل یا هیروهای همتیمی حریف بزنید تا بتونین اینجوری اون هیرویی که مد نظرتون هست رو دمیج بدین. با این لول میتونین لاین ها رو هم پوش بدین، به راحتی یه لول بزنید و کریپ های لاین رو دمیج بدید. لول 3 شما چی کار میکنه که از این لول هم از اسپلیمیتی رد میشه؟ باعث میشه که یه هیروی یارتون، هیروی خودتون یا یونیت های یارتون رو شما منجمد میکنین و اون رو هیل میدین.
اون هیرویی که منجمد بشه به هیچ نفع فیزیکال دمیجی نمیخوره. البته خودش هم نمیتونه کسی رو دمیج بده یا از لول هاش و اینها تو اون شرایط استفاده بکنه. و دقت کنین که فیزیکال دمیج نمیخوره و همچنان ماجیک میخوره، لول های ماجیک رو میخوره و پیور دمیج و لول های پیور دمیج هم میخوره. این لول رو حالا میتونین زیر تاور هم، وقتی یک کلیپ هم مثلا زیر تاور هست، روی کلیپ هم بزنید و تو درگیری میتونین هم تیمیاتون رو سیو بدین. فقط حواستون باشه که جایی نباشن که خونشون کم باشه، شما اینو بزنین و ماجیک بزنن بهشون کشته بشه. یا میتونین خارج از درگیری یه هیرویی که به هر حال هیلش کمه رو هیل بدیم که نره چشمه. حالا هیلی که میده یه بیس داره که 45 تا وقتی مچ شده باشه و یه درصدی باز از ماکسیموم هیلی که اون هیرو میتونه داشته باشن بهش اضافه میکنه که تو این پد 4% به مدت 4 ثانیه این افکت میمونه. هر ثانیه مجموع اون 4% هیلی که میتونه داشته باشه به علاوه اون بیسی که هیل میده به اون هیروی مورد نظر هیل میده. پس نگران این نباشین که این لول رو مثلا روی هیروی میزنین که استرنج و مثلا 3-4000 تا هیل داره، همچنان شما میتونید به خاطر اون درصدی که از هلسش بهش هیل میدین یه هلس قابل توجهی بهش بدین. خب لول 6 شما چی کار میکنه؟ لول 6تون رو میتونید روی هیروها و یونیت های حریف بزنید. مسلما دلتون نمیخواد این لول رو روی یونیت حریف هدر بدید. وقتی این لول رو روی تارگت حریف میزنین باعث میشه که اون تارگت سر جای خودش وای میسه، دیگه نمیتونه حرکت بکنه یا از لول هاش و آیتم هاش استفاده بکنه. و اگر توی شوهای 525 تایی اطرافش هیروها و یونیت های یارش باشن، شروع میکنن بهش اتک دادن که تو اون شرایط مدت زمانش 5.5 ثانیه از وقتی مکس شده باشه. اگر هیچ کسی نباشه مثل الان، بعد از 2.5 ثانیه تموم میشه. حالا نکته هایی که راجع به لول 6 تون باید بدونین، یکی اینه که از اسپل ایمیونیتی رد میشه. بازم یه هیروی اگر بی‌کی‌دی یا لولی داشته باشه که بهش اسپل ایمیونیتی بده، روی اون تاثیر میذاره. ولی اگر هم تیمیش بچه ها BKB زده باشه، تحت تاثیر به اصطلاح اون افکتش قرار نمیگیره، یعنی حمله نمیکنه به یار خودش اگر هم تیمیش BKBش قبلش روشن باشه. و نکته بعدی اینه که هیرویی که شما تحت این افکت در میارید، هم تیمیاتون هیچ ضربه ای نمیتونن بهش بزنن، یعنی میتونن اتکش بدن، میتونن تارگتون رو قرار بدن و، ولی هیچ دمیجی از یارای تیم شما نمیخوره و فقط یارای تیم خودش یا هیروی وینتر وایبر میتونن اون رو دمیج بدن. پس حواستون باشه وقتی روی یکی شیش میکنین، میتونین خودتون با لول 1 لول 2 اینها اتکش بدید و دمیجش بدید، ولی یاراتون نمیتونین. پس حواستون باشه که اگر یاراتون دارن یه تارگتی رو میکشن، به اشتباه با لول 6 اون تارگت رو سیو ندید. همینطور احیانا اگر شما کلیپی تحت کنترلتون باشه، کلیپ هایی که تحت کنترل وینتر وایورن هم باشن، باز میتونن توی 6 اون هیروی حریف رو اتک بدن. ضمن اینکه بچه اگر یه هیروی مثلا داره با تلپورت فرار میکنه، شما لول 6تون استان محسوب میشه و میتونین اون رو نگه دارید و مانع فرار کردنش هم بشید. خب چجوری باید واسه این هیرو تالنت بگیرین؟ تالنت لول 10 رو اکثر مواقع شما سمت چپ میگیرین، دمیجاتون قوی تر بشه. حتی وقتی ساپورت باشین اینجوری راحت تر میتونین هیروهای حریف رو توی لاین هرس بکنین و کریتون راحت تر فار میکنه. تو اون بازی هایی که توضیح دادین لول 3 رو مکس میکنید اول از همه، تو اون بازی ها تالنت هم پیش میاد. تالنت لول 3 رو اینجا میگیرین، سمت راست میگیرین. میزان هیلی که هر ثانیه لول 3 شما میده بیشتر میشه. تالنت لول 15 و 20 تون یه جورایی مچن با هم. اکثر مواقعی که ساپورت باشید یا لول 2 مکس میکنین به دلیل اینکه هیروی حریف ایلوژن داره یا نزدیک زن هستن یا کلون دارن، شما هر دوی 15 و 20 رو سمت چپ رو میگیرین. 15 سمت چپ باعث میشه که شعای انفجار لول 2 شما 400 تا بیشتر بشه
یعنی قبل از اون باید هیروهای حریف و یونیتهای حریف تو رنج 500 تایی می بودن تا بهشون دمیج میداد، الان تو رنج 900 تایی، رنج بیشتری خلاصه میتونید دمیج بدید. لول 20 سمت چپ باعث میشه که دمیجی که لول 2 شما هم میده 100 تا بیشتر بشه. حالا بازیایی که پوزیشن 4 هستید واسه آیتمای اتکری میدید، اون بازی ها تلت 15 و 20 تون رو میتونید سمت راست بگیرید. 15 سمت راست باعث میشه مدت زمانی که لول 1 شما هیروهای حریف و حالا چه اسلو میکنه چه دمیج پر سکند بهشون میزنه، یعنی مدت زمان اون دیباف 2 ثانیه بیشتر بشه، لول 1 تون قوی تر میشه، تاثیرش بیشتر میشه. و تلنت 20 سمت راست باعث میشه میزانی که لول 1 تون اسلو میکنه هیروهای حریف که ماکسیموم 40% بود 12% دیگه بیشتر بشه. شما معمولا چه ساپورت باشید چه کری، تلنت لول 25 رو سمت چپ میگیرید، باعث میشه که شارت های لول 2 شما جدا از خواصی که تا قبل تر از این گفتیم به کسایی که برخورد میکنن اونا رو استان هم بکنن. سمت راست، تلنت سمت راست باعث میشه مدت زمان اولتی شما 1.5 ثانیه بیشتر بشه که خیلی کمتر پیش میاد این تلنت رو بگیرید. حالا چه آیتم هایی باید برای این هیرو بیارین وقتی که میخواین این هیرو رو مثلا ساپورتش کنین؟ اوایل بازی میتونین روی این هیرو رینگ آف باسیلیوس بیارین اگر مانا ریجنریشن بخواین، مخصوصا اگر کری لاینتون کری باشه که به مانا احتیاج داشته باشه. میتونین برای این هیرو باکلر هم بیارید اگر توی لاینتون هیروهای جلوتون فیزیکال دمیج بیزنن. اگر جلو ماجیکر باشین میتونین ماجیک وند یا ریندراپ هم که باز ریندراپ به شما مانا ریجنریشن هم میده برای هیروتون داشته باشید. همینطور میتونین سیرکلت بیارین که حالا سیرکلت رو تو شرایط مختلف اگر ساپورت باشین به راحتی کشته میشین به ریستر میارید، میتونید این رو خیلی سریع به یورناف شدو تبدیل کنین یا میتونین به نور تلیسمان هم برای هیرو تبدیلش بکنید. کفشی که واسه این هیرو توی ساپورت میارین بهترین گزینه ترنکویل بوتسه. شما تنها در شرایطی آرکین بوتس بیارید که یا بخواین برای تیمتون گاردین گریز بزنین، یعنی تو ترکیب با باکلر و مکانیز، و یا شما میخواین انرژی بوستری که به اصطلاح از کفشتون میگیرین رو جلوتر دیسمبل کنین، اون رو برای خودتون، حالا ماجیک وندتون رو میخواین تبدیل به هولی لاکت کنین، برای هیروتون میخواین لنز بیارین تو حالت ساپورتی خوب هست، یا لوتوس اورب که بازم تو حالت پوزیشن 3 و 4 میارن، یا میخواین آیتم ایان دیسک رو بیارین که خودتون رو سیف بده، که حالا این آیتم رو دیسمبل میکنید، انرژی بوسترتون رو آنلاک میکنین و اون وقت میرید و مثلا اگه لنز میخواین بیارین وید استون و رسیدش رو میخرید، بعد اون وقت شما کفشتون رو دوباره همون به ترنکویل بوت تبدیل بکنید. بعد از ترنکویل بوت بازیایی که جلو هستین بچه‌ها معمولا خیلی سری روی این هیرو اورکید میارن، که حالا اورکید هم توی ترکیب با لول 6 تون استفاده میشه، چه در حین لول 6 بزنید چه بعد از لول 6 برای اینکه یه هیروی مورد نظر رو بکشیدش. حالا چرا باید در حین لول 6 بزنین؟ همین جوری که میدونین بچه آیتم اورکید وقتی سایلنسش تموم میشه، اون 5 ثانیهش تموم میشه، 30% از دمیجی که اون هیرو خورده رو به صورت ماجیکال بعد از اینکه تموم میشه به اون هیرو میزنه. این کمک میکنه که شما رو اون هیرویی که 6 میکنین اورکید هم بزنید روش و بعد از اینکه 6تون تموم میشه کشته بشه، نتونه فرار بکنه. و وقتایی بعد از 6 میزنین که از شیشتون دارین به عنوان یه استان استفاده میکنین، یه هیرو رو میخواین سر جاش نگه دارین که مثلا از لول هاش استفاده نکنه، و اون موقع وقتی شیشتون داره تموم میشه اون موقع اورکید میزنین که شیشتون تموم میشه، باز اون هیرو سایلنسه، باز نمیتونه از لول هاش استفاده بکنه، یه مدت خیلی طولانی تری اون هیرو توی درگیری نمیتونه تاثیر داشته باشه. حالا شما میتونین یه سری آیتما بیارین که هم به خودتون هم به همتیمیاتون کمک بکنه که زنده بمونن. اون آیتما میتونه برای شما گلیمر باشه، اگر پوزیشن 5 باشین گلیمر گزینه خیلی بهتریه، اگر پوزیشن 4 هستین میتونین فورس استف یا یول سپتر یا بلینک هم بیارین، که با بلینک حالا خودتون میتونین فرار بکنید یا میتونین بلینک کنین به درگیری یا جوین بدین با لول 3 و 6 تون باز همتیمیاتون رو نجات بدیم. میتونین دو تا از این آیتم ها رو هم با هم داشته باشید.
یا نه میتونین یه سری آیتم ها بیارید که فقط کمک کنه هیروی خودتون زنده بمونه. اون آیتم میتونه ایان دیسک باشه برای هیروی شما یا گوستپتر باشه. اگر هیروهای حریف مخصوصا هیروهایی که میپرن شما رو جامپ میکنن تو درگیری ماجیک نزنن و فیزیکال دمیج بزنن، اون موقع گوستپتر هم گزینه خیلی خوب و ارزونی برای شما هستش. بعضی شرایط پیش میاد که شما توی بازی احتیاج به یکی از سه آیتم اسپیرید وسل که حالا یورن آف شادوز میارین اون رو به اسپیرید وسل تبدیل میکنین. اگر جلو هیروهایی با اچ پی ریجنریشن بالا بازی میکنین مثل بریستل بک، الکمیست، مورفلینگ، دراگون نایت و اینها، یا احتیاج دارین که آرمور حریف رو کم بکنین، هیروهای حریف تانکی هستن و اینها، اون موقع مدالیون میارید و تبدیل به سولار کرستش میکنید، و یا اگر تیمتون موومنت اسپید بخواد میتونید درام هم برای این هیرو بیارید. آیتم های دیگه‌ای که تو حالت ساپورتی روی این هیرو بنا به شرایط توی سیچویشن و موقعیت های مختلف میتونید داشته باشید، یکی هکس، یکی رود آف آتوسه که هیروی حریف رو روت کنین نتونه مثلا فرار بکنه و اینها. ممکنه رفرشر بیارید، همینطور شما لیت گیم میتونید لنز آورده باشین اون رو تبدیل به اوکتارین کور بکنین و بلینکتون رو به عنوان ساپورت به آرکین بلینک تبدیل بکنین. حالا بازیایی که شما میخواین این هیرو رو اتکر بکنین داستان یه مقداری فرق میکنه. این بار میتونین با سرنکویل بوتس بیارید، میتونین پاور تریس هم داشته باشید روی هیروتون. باز هم توی این بیلد برای هیروتون ارکید میتونین بیارین. تو هر دو بیلد ارکیدتون رو میتونین لیت گیم به بلاد هورن تبدیل بکنید. برای این هیرو میتونین تو این حالت ویچ بلید هم بیارید و آیتمی که این بار کمکتون بکنه زنده بمونید یا بیکیدی هست اگر به اصطلاح لول و اینها زیاد دارن، و یا این بار دراگون لنس میارین و اون رو تبدیل به هاریکن پایپ میکنین که این هم به نفعی میتونه کمکتون کنه زنده بمونین. حالا چه خودتون رو فورس کنید که از موانع و تپ ها و صخره ها اینها عبور کنین، یا چه اون هیرویی که اومده جلو شما رو بکشه رو رو به عقب فورس بکنین، جدا از حواسی که داره که رنج شما رو هم بیشتر میکنه. تو این بیلد میتونین روی هیروتون کایا بیارید، اون رو تبدیل به کایا یاشا بکنید. همینطور آیتم های دیگه‌ای که دمیج های شما رو قوی تر بکنه مثل دستولیتر، دیدالوس، نولیفایر، مانکی کینگ و اینجور آیتم ها. احیانا پیش میاد اگر هیروتون راحت کشته بشه تو این بیلد براش میتونین آی آف اسکادی هم بزنین، یا خیلی کمتر سیچویشنال سیتنیک بزنین. تو این بیلد اگر بلینک آورده باشین اون رو به سویفت بلینک تبدیل میکنین و میتونین مونشارت هم به آیتماتون اضافه بکنین یا یوزش بدین. بچه ها توی هر دوی این بیلد ها برای این هیرو آقا نیم سپتر اکس یا همون دگونابی رو میارید، مخصوصا تو بیلدی که بخواین این هیرو رو اتکر بکنید. حالا این آیتم واسه شما چی کار میکنه؟ باعث میشه لول یک شما که تا قبل از این یک کولداونی داشت دیگه کولداونی نباشه، تبدیل به یه لولی بشه که اون رو بتونین خاموش روشن بکنین و با روشن کردنش یه موومنت اسپید مضاعف هم میگیرید که 25% هست، و در ازای روشن موندن دیگه هر ثانیه از شما یه میزانی مانا کم میکنه که حالا توی این پچ 20 تا مانا هر ثانیه از شما کم میکنه. آقا نیم شاد واسه ای روی شما چی کار میکنه؟ باعث میشه کولداون لول 3 شما 4 ثانیه کم میشه، و بعد از اینکه لول 3 تون تموم میشه تو شعای 1200 تایی یه دونه لول 2 شما رو اتوماتیک میزنه. این آیتم هم آیتم فوق‌العاده‌ایه، مخصوصا اگر ترنت های 15 و 20 تون رو برای لول 2 تون یعنی سمت چپ رو گرفته باشید. خب شما چه موقعی بهتر این هیرو رو پیک کنین؟ یعنی چه هیروهایی رو میتونین کانتر بکنید و چه هیروهایی میتونن شما رو کانتر بکنن؟ شما میتونین هیروهایی مثل بیست مستر، کیاس نایت، لایکن، لیجن کامندر، میپو، کرول وارلورد، لوندروید، ویساج رو کانتر بکنید. چه هیروهایی شما رو کانتر میکنن؟ هیروهایی مثل ای اینبوکر، لونا، ناگا سایرن، اومنی نایت، اودی، پاگنا، اسکای رسمیج، اسلارک، تیمبرسا، تیمکر، آنداین، آنتیمیج و هاسکار هم کانترهای شما محسوب میشن. تا
داستان زندگی یا بیوگرافی این هیرو چی هستش؟ بچه ها اسم این هیرو آوروسه. آوروس یه اژدهای دختره که در اصل نویسنده اژدهاها محسوب میشه و شغلش اینه که کتاب تاریخی که اژدهاها دارن که اتفاقای حماسی و بزرگ، مخصوصا اتفاقایی که راجع به اژدهاها باشه رو اینها طی میلیون‌ها سال داخلش یادداشت میکنن به اسم الد ورم ایداس رو تکمیل بکنه و اتفاقای تاریخی رو داخل این کتاب بنویسه. ولی یه مقدار روحیاتش و فکرش متفاوت تر از بقیه اژدهاهاست، مخصوصا اژدهایی که تا قبل از اون به عنوان تاریخ نگار این کتاب رو می نوشتن و یه روحیه احساساتی و شاعرانه داره که فکر میکنه زندگی بیشتر از یه چیزی از فتح و فتوح و غنیمت گرفتن و حکمرانی کردن و حاکمیت و اینجور داستاناست. احساس میکنه که هر کسی باید تو زندگیش یه چیزی خلق کنه، یه چیزی به وجود بیاره تا زندگی مؤثری رو داشته باشه. واسه همین خیلی وقتا حواسش از نوشتن این کتاب تاریخ پرت میشه و دنبال ماجراجویی، دنبال پیدا کردن کتاب‌های دیگه که ازشون الهام بگیره اینور اونور میره. همین باعث میشه که خیلی وقتا خودش رو وسط نبردها پیدا میکنه، خیلی وقتا خودش رو میبینه که داره به کتابخونه‌های قدیمی حمله میکنه تا اونها رو رید و غارت بکنه و کتاب‌های قدیمی رو پیدا کنه و به کلکسیون خودش اضافه کنه و همین هم باعث میشه که خیلی وقتا توی تاریخی که باید تو کتابش بنویسه خودش اون اسطوره و قهرمانی که توی اون نبرد یا اتفاق بوده خود آوروس بوده که داخل این کتاب باید اونها رو بنویسه. ضمن این که خودش هم از این خوشش میاد، یعنی صرفا خوشش نمیاد که بشینه و اتفاقای بزرگ رو نظاره‌گر باشه و اونها رو یادداشت کنه و بنویسه، دوست داره خودش توی این اتفاقا نقشی داشته باشه و خودش توی خلق کردن و شکل‌دهی به مسیر این اتفاقها مؤثر باشه. این همه چیز راجع به هیروی وینتر وایورن بود. مثل همیشه گیم پلی این هیرو رو توی ویدئوی مجزا براتون میذارم تا ببینید پلیرهای حرفه‌ای چطوری با این هیرو بازی میکنن و ما هم ازشون یاد بگیریم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و با این هیرو به راحتی بین بدین و امیدوار خودتون رو بالا بیارید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار همگی.